بینندگان و هموطنان عزیز سلام عرض می‌کنیم به برنامه دیگری از ایران آزاد هزار اشرف که برنامه ویژه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس. خوش آمدید. در برنامه امروز تلاش می‌کنیم به گوشه ای از بازتاب‌ها و انعکاسات این گردهمایی در رسانه‌های مختلف اشاره بکنیم و ببینیم در چنین گردهمایی چه اتفاقی افتاد و از دید رسانه‌ها اونها چه بازتاب‌هایی به این گردهمایی دادند. دیروز در واقع گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در ویلپنت پاریس در نظر همه رسانه‌های خارجی بود. در واقع مهمترین خبر مربوط به ایران و همینطور منطقه خاورمیانه محسوب می‌شد و کلیه رسانه‌ها، شخصیت‌های خارجی، تحلیلگران، همه کسانی که اخبار مربوط به ایران رو دنبال می‌کنن روی این واقعه بزرگ متمرکز بودند و از اون انعکاس می‌دادن و یا اینکه خبرهای اون رو دنبال می‌کردن. ترجیبند همه سخنانی که در صحنه گردهمایی دیروز منعکس می‌شد تغییر بود. قدرت واقعی این جنبش مقاومت، مقاومت ایران نمایندگی شده توسط یک توسط زنی که ما به اون عشق می‌ورزیم به خاطر شجاعت، به خاطر شجاعتی که به خرج میده و اون هم خانم مریم رجوی. او به همراه حمایت همه شما و پایداری هزاران و هزار هزاران هزار ایرانی، زنان و مردان ایران در حال تبدیل شدن به نیرو و قدرت اصلی ضد تروریسم که ما به آن نیاز داریم. او یعنی خانم رجوی به همراه شما آلترناتیو واقعی برای مسلمانان، مسلمانان در ایران هست و اوست و شما هستید که الگویی به شمار میرید برای مسلمانان آزاد سراسر جهان. ما اینجا هستیم، گرد هم آمده ایم چون که مطمئنیم که مقاومت ایران با پیشتازانش یعنی مجاهدان اشرفی، مجاهدان لیبرتی تحت رهبری مریم رجوی محکم ایستاده‌اند و آماده‌اند تا به یمن سازماندهیشون، به یمن صلاحیت‌هایی که دارن، به یمن حمایت گسترده مردمی که دارند این تغییر رو رقم بزنن، تاریخ رو تغییر بدن به نام آزادی، به نام برادری و به نام آزادی، برابری و برادری در جهان امروز. به نظر من این رژیم به تلاش‌های خودش برای ایجاد اختلاف فرقه‌ای و ناامنی و بی‌ثباتی در عراق، در سوریه، در لبنان و در یمن ادامه خواهد داد. حکومتی که از تروریسم برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کند نه تنها تهدیدی برای مردم خود بلکه تهدیدی برای جامعه بین‌المللی است. و امروز هیچ دولتی وجود نداره که از تروریسم حمایت بکنه و بعد بتونه یک بازیگر مؤثر در جهت صلح در جهان ما باشه.
در ایران بایستی تغییر محقق بشه. بعضی از تلویزیون‌ها مدت طولانی سخنرانی‌ها رو پخش کردن. مثلا اسکای نیوز عربی از جمله گفت مریم رجوی در گردهمایی سالانه مقاومت ایران اظهار داشت سرنگونی رژیم ولایت فقیه حاکم بر ایران امری ممکن است. از بین روزنامه‌ها هم واشنگتن تایمز نوشت پخش مستقیم گردهمایی ایران آزاد به پیش با مقاومت ایران تغییر در دسترس است. سناتور جوزف لیبرمن که در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس شرکت کرده بود مصاحبه‌ای داشت با یورو ریپورتر که در اونجا تصریح کرد که تنها راه تغییر در ایران تغییر رژیمه. سناتور جوزف لیبرمن، امروز شما در این گردهمایی بودید که در مورد ایران صحبت کنید. از نقطه نظر آمریکا وقتی به این موضوع نگاه می‌کنید، اوضاع چگونه است؟ آیا رژیم ایران به مانند گذشته تهدید تلقی می‌شود؟ Yes, I think Iran is the single greatest threat to American security, security in the Middle East and world security. It's a nation. بله، فکر می‌کنم رژیم ایران بزرگترین تهدید امنیت آمریکا، امنیت خاورمیانه و امنیت جهانی است. این یک رژیم افراطی است. بیش از هر رژیم دیگری از تروریسم حمایت می‌کند. حقوق بشر شهروندان خود را سرکوب می‌کند. تلاش می‌کند به سراسر خاورمیانه سلطه پیدا کند. موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای می‌سازد. چرا این کارها را می‌کند؟ برای اینکه سلاح اتمی روی آن قرار دهد و باقی جهان از جمله آمریکا را تهدید کند. Why do you do that only to put a nuclear weapon on them and threaten the rest of the world including the United States? توافق اتمی با رژیم ایران، ها شما از آن حمایت کرده باشید یا خیر، که من حمایت نکردم، رفتار بد این رژیم را ذره‌ای تغییر نداده است. شما به توافق اتمی اشاره کردید. شما از آن حمایت نکردید. ولی انتظارتان از دولت آمریکا و رئیس جمهور دونالد ترامپ و وزیر خارجه رکس تیلرسون چیست؟ Well, there's a major policy review on Iran that's going on within the administration now. بررسی عمده‌ای بر روی سیاست ایران در درون دولت در حال حاضر در جریان است. ولی آنچه من بدان امیدوارم این است که آنها به شکلی تهاجمی توافق اتمی را مانیتور کنند، رژیم ایران را به خاطر هر نقضی که انجام دهد افشا و تحریم کنند و صراحتاً باید گفت اگر نقض آن به اندازه کافی بد باشد از توافق اتمی بیرون بکشند. ثانیاً فعالانه تحریم‌هایی را که هنوز علیه رژیم ایران قانونی است اعمال کنند، خواه در رابطه با حمایت از تروریسم باشد، خواه در رابطه با نقض حقوق بشر. آیا شما در مورد تغییر رژیم صحبت می‌کنید؟ Well, I think you know in the end if you look at Iran's behavior, nothing changes the aggressive, violent, totalitarian, extremist behavior of the regime in Iran. I mean, that's the truth. Anything we've done has not changed it, and therefore you have to say the only way to change Iran is to change the regime. وقتی شما به رفتار رژیم ایران نگاه میکنید، هیچ چیزی در رفتار تجاوزکارانه، خشونت‌آمیز و مستبدانه و افراطی رژیم ایران تغییر نکرده است. این حقیقت است. هر کاری که ما کردیم، آن را تغییر نداده است. و باید بگوییم، تنها راه تغییر ایران، تغییر رژیم آن است.